سلام مخصوص بر بینندگان محترم، امیدوارم که هفته گذشته شما خوب بود و هفته آینده شما از هفته گذشته بهتر باشه. همونطور که همه ما در راه تکامل هستیم، امیدواریم که بتونیم در هر لحظه ای که به این بودنمون در این دنیای خاکی اضافه میشه، یک مقدارم به اون تکاملمون اضافه بشه و در مسیر حق در حرکت باشیم و بتونیم تشخیص بدیم حق رو از باطل و بتونیم دفاع کنیم از حق بر علیه باطل. در این روز و زمان که همه چیز به وسیله این کامپیوترها انجام میشه، به وسیله کامپیوترها فیلم درست میکنن، همه کار دارن میکنن، برای ما خیلی مشکله که بتونیم بگیم کدوم درسته کدوم غلطه، چون همین منی که اینجا نشستم رو میتونن چند تا شاخ رو گوشش بذارن و نمیه چشماشو کاری بکنن از توش آتیش در بیاد و همه فکر کنین که من شیطونم نشستم اینجا. و به هر حال امیدواریم که اون نور حق در دل همه باشه و این نور حق بیشتر بیشتر بتابه که ما بتونیم روزهایی رو که اینجا هستیم بین مردم این دنیا که هستیم بتونیم روزمون رو به شب برسونیم، شبمون رو به روز برسونیم تا موقعی که ندای حق بیاد از طریق اسرائیل و اون ورقه ویزای خروجی ما رو بدن و ما بتونیم از این بلبشویی که اینجا هست بریم یه جایی که به نظر بیاد آروم‌تر باشه. البته با لبخند این حرف رو میذارم چون کسی خبر نیاورده که اون ور چه خبره، ولی خب اینطور که دارم میگن اون بر دیگه احتیاجات ما احتیاجات بدنی نخواهد بود، چون فرم هستی ما امکاناً فرم جسمی دیگه نیست، یک فرم چیزی دیگه هستش که بعد از یک مدتی که تمام این چرخش زمان و روز و روزگار همش به انتها خواهد رسید، همه در هم خواهد پیچید، برگشت ما به اون مبدأ ما هست که حضرت حق الله سبحانه و تعالی هستن و برگشت ما به ایشون هست. پس بنابراین بودن اینجا هر چقدر که امکان داره مشکل باشه براتون، هر چقدر ممکنه اتفاقاتی براتون بیفته که زیاد امکانن مورد خواست شما ممکنه نباشه، بدونید که درش یک حکمتی هست و این حکمت رو الله سبحانه و تعالی میدونن و برای این هستش که ما بتونیم یک جهت‌های تازه‌ای پیدا بکنیم و بتونیم به اون
هستی که ما رو خلق کرده بتونیم برگردیم. لغت عربیش هم هست انا لله و انا الیه راجعون. دوست عزیزی، خیلی دوست خوبی از اروپا زنگ زده بودن روز چهارشنبه، پیامی گذاشته بودن برای برادر عزیز ما آقای سوربی و به ایشون گلایه کرده بودن که این آقای اجلالی، خیلی تشکر، آقای اجلالی نمیدونیم این حزب اللهیه نه فلانه بهمانه اینطوره اونطوره، یه حالت گله و شکایت تو صداشون بود که آقای سوربی ما از شما یه مقدار ناراحت هستیم که چرا اجازه میدید یک همچین شخصی تو برنامه های شما بیاد. البته ما از آقای سوربی خیلی تشکر میکنیم، خیلی تشکر میکنیم که تو این دور و زمون جهت ندادن به کار خودشون و اسم محل خودشون هم مردمی گذاشتن، چیزی که از مردمه برای مردمه به وسیله مردم هست. و تمام شما بینندگان عزیز میتونید از آقای سوربی یک وقتی بگیرید، هر چقدر وقتی که میتونید بگیرید تشریف بیارید، صحبتاتون رو بکنید و نقطه نظرهای خودتون رو بفرمایید. البته لغت حزب الله یک ذره برای من ثقیل هست. چرا؟ در قرآن دو تا حزب نامیده شده، یکی حزب الله هست، یکم حزب شیطان. من امیدوارم در حزب الله باشم و در اون از اون طریق پیشرفت داشته باشم. طریق پیشرفت من هم انشاءالله از اون خواهد بود که بتونم قرآن رو مرور بکنم، بتونم بفهمم و وقتی هم که فهمیدم استطاعت انجام فهمم رو داشته باشم. چون یکی ممکنه خوب بدونه که دزدی خوب نیست ولی خب به هر حال میره و این کار رو میکنه، حالا چه کم و کسری داره نمیدونم، ولی خب دانستنش یکی، انجام دادنش یکی دیگه است. و توی زبان خودمون زبانهای قدیم میگفتیم عالم بی عمل. خب امیدواریم که ما نباشیم عالم بی عمل، اقلا وقتی که یک صحبتی رو میکنیم بتونیم پاش بیستیم، بتونیم دفاع بکنیم، بتونیم بگیم که من از این طریق در راه زندگی هستم و امیدواریم که شما هم راه زندگیتون هموار بشه و برگشتتون به طرف الله سبحانه و تعالی انجام بشه و بتونید این مسافرت رو با تمام خوشحالی، با تمام موفقیت بتونید به انتها برسونید. هفته پیش روز جمعه بود مثل این که از ایران خبر دادن که در مرز بین ایران و پاکستان که مرز شرق جنوب شرق ایران میشه، تعدادی به یکی از این پاسگاه‌های مرزی حمله کردن و چندین نفر از مرزداران رو کشتن و خود اونها هم چندین نفر کشته دادن و یه درم مثل که دستگیر کردن. و این یک خبر خوشی نبود برای ما. چرا؟ به این معنی که روزهای قبلش در امریکا صحبت این بودش که روابطی ممکنه بین ایران و امریکا یواش یواش بهتر بشه و بعضی از فشارهای غیر قانونی و فشارهای غیر مردمی و غیر انسانی که از طرف امریکا به طرف به مردم ایران داره وارد میشه برداشته بشه و درست همزمان با اون این چیز اتفاق میفته و درست همزمان با سفر آقای رئیس جمهور جدید پاکستان، اسمشون هم یادم رفته، یادم میاد انشالله، که نوار شریف و ایشون در امریکا بودن، در همین شهر ما واشنگتن مهمان دولت امریکا بودن و صحبت هایی میشد
و برای من خیلی 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 عجیبه که چطور در همین زمان که ایشون داره اینجا صحبت میکنه یه همچین کاری هم اونجا انجام بشه، به معنی این که مرز بین ایران و پاکستان زیاد امنیتی نداره و بیشتر افرادی که از این مرز رد میشن برای کارهای غیر انسانی دارن رد میشن، حالا چه کارشون قانونی باشه غیر قانونی باشه، یا برای این هستش که سیستان و بلوچستان رو تجزیه بکنن و بخوان به جای دیگه وصل کنن، یا اینکه میخوان از این پل بین شرق و غرب برای حمل و نقل یک موادی که به درد هیچ انسانی نمیخوره این کارو بکنن و در ضمن مردم ما رو، جوانهایی رو که اینطور که ما میشنویم از طریق اینطور مواد اینها رو همه رو معتاد بکنن و اعتیاد زیادی به مردم به وجود بیارن و همون صحنه هایی رو که در چین انگلیس ها رو انداخته بودن با فروختن تریاک و اون مواد دیگه که مربوط به تریاک می شد و مردم چین رو اون زمان اینطور معتاد کرده بودن، امیدواریم که مردم ما تو همچی تلهی نیفتن، ولی به نظر میاد که تعداد زیادی از جوانهای ما چه خواسته چه نخواسته در این ردیف را افتادن و تعدادی هم که میگیم از 75 میلیون جمعیت ایران اگر 30 میلیون جوان داشته باشیم ممکنه 100 هزار تا یک همچین کارهایی را انجام میدن، همون 100 هزار تا هم باز دوباره خیلی زیاده، برای اینکه کسی که معتاد میشه به هیچ وجه فهم و شعور همچنانی نداره مگر اینکه به اون دیو اعتیاد خودش باید برسه که این دیو رو سیراب بکنه و بتونه از این طریق ادامه حیات خیلی خیلی پر از درد و پر از رنج رو میتونه ادامه بده. و افرادی هم که توی کار اینطور کارا میفتن یا افرادی هستن که خیلی خیلی ضعیف و نفس هستن و یکی در یک مرحله در یک زمانی یه چیزی میده اینا یا میخورن یا میکشن یا یه کاری میشه که اینا به اون درد به اون بلای اعتیاد میفتن. ما امیدواریم که جوانهای ما که سرمایه ما هستن، افرادی مثل بنده که اینجا نشستم در مقابل شما، عمری از ما گذشته دیگه، ما تنها چیزی که داریم میتونیم نصیحت کنیم، میتونیم کسی با ما مشاوره کرد نظریات خودمون رو بگیم، ولی خب جوانهای ما هستن که چرخ مملکت رو دارن میچرخونن، نه تن چرخهای مملکت ما رو، تمام مراکز دنیا جوانا هستن که دارن این کار رو میکنن و بیشتر و بیشتر میبینید که مثلا در کنگره امریکا که اینجا ما هستیم نماینده های جدیدی که به مجلس شورا دارن میان سنهای 25 35 دارن، یعنی خیلی خیلی مثل نواهای ما میمونن. اینه که امیدواریم که این جوانها بتونن بدون قرص، اینم خیلی مشکله که بتونن بدون قرص تصمیماتی بگیرن که به نفع همه باشه، همم نه تنها اونایی که اینجا زندگی میکنن، هر کسی که در این دنیا چشم گشود و به دنیا اومد حق داره. ما دوست داریم از بینندگان محترممون خواهش کنیم اگر صحبتی دارید، فرمایشی دارید، میتونید با شماره تلفن ما که 703-337-5041 هست تماس بگیرید و ما معمولا تلفنمون رو باز میگذاریم از اون لحظه اول که داریم با شما صحبت میکنیم تا لحظه آخر، که اگر کسی صحبتی داره حرفی داره بفرمان که ما با کمال میل گوش میکنیم، و ولی سعی بکنید صحبتتون در جهتی باشه که ما همه بتونیم ازش استفاده بکنیم و در یه سطحی باشه که بتونیم بفهمیم. بعضی از شما بینندگان محترم ما خیلی سوادتون زیاد هست، وقتی صحبت میکنیم بعضی وقتا
من خود حقیر رو میگم که من واقعا نمیتونم درک کنم که چطوری هست، ولی خب سعی کنید با ما طوری صحبت کنید که ما بتونیم بفهمیم چی میگید و شنوندگان محترم ما هم ازش استفاده کنن. و من باز برمیگردم به اون برادری که از اروپا زنگ زده بودن با خیلی صدای حق به جانب و خیلی صدای ملایم، حتما لبخندیم به لبشون بود که به آقای سوربی میگفتن که این آقای اجلالی حزب اللهی هست و یه جوری میگفتن که مثلا حزب اللهی، البته من حزب الله هستم، حزب الله یه چیز دیگه است، نمیدونم شما حزب الله یعنی چی میگید. حزب الله اون هستی که در راه الله داره پیش میره، در راه شیطان پیش نمیره. حزب شیطان نیستم من، حزب الله هستم و امیدوارم که در راهی که الله برای ما فرستادن که اون قرآنی هستش که دست همه ما هست و ازش استفاده میکنید در روز، در اون راه باشیم. و من تعجب کردم که این برادر عزیز چطور امکان داره که به ما یه برچسبی بزنه بدون اینکه من بدونم ایشون کی هست و چی هست. ما همیشه اینجا گفتیم در بعضی از برنامه هامون وقتی شروع میشه ما شهادت میدیم، میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و برابرین شما میدونید که من سخنگوی حقیر فقیرم چند نوع معنی داره. ما شنیدیم بعضی دراویش اسمشون شاه نم فلان فلانه، بعد میگن فقیر شاه فلان فلان. اگه این فقیره چطور شاه شده؟ و هر خیر انشالله، اون رو یه نیش به درویش ها ما زدیم، انشالله خیر باشه. بعد تمام صحبت رو این برمیگرده باز دوباره که ما وقت میگذاریم میاییم اینجا صحبت میکنیم، بالاخره دیگه آسمون به ریسمون میچسبونیم، اطلاعاتی داریم میگیم، بعضی چیزها رو هم نمیدونیم، بیشتر چیزها رو نمیدونیم. من که عالم دهر نیستم، تازه عالم دهرم بودم به کسی نمیگفتم که هستم، برای اینکه خب کسی که به مجردی که ادعا کرد کاری هست معلوم میشه که هیچ کاره بوده. بعد به هر حال سعی میکنیم که یک پلی باشیم، یک راه ارتباطی باشیم بین بینندگان محترم و اونهایی که بعدها این برنامه ها رو میبینن و در بازپخش ها میبینن. و شماره تلفن اینجا رو هم عرض کردم خدمتتون، هست 703-337-5041. اگر دوست داشتید میتونید زنگ بزنید و عقاید خودتون رو بفرمایید. در راستا با روابط بین ایران و امریکا صحبت زیاد هست و به قول بعضی ها گفتنی هنوز معلوم نیستش که در انتهای کار چه خواهد شد، ولی خب انقدر معلوم هستش که هر دو طرف، حالا هر دو طرف هم نباید بگیم، وقتی میگیم دو طرف سریع در ذهن ما یک حالت یه فرمولی ایجاد میشه که یه عده اینجا هستن، یه مساوی هست اینجا و اینجا یه گروه دیگه هستن. وقتی میگیم دو طرف همچین نیستش، یه عده‌ای هستن، یه گروهی هستن، یک مملکتی هست که 340 میلیون جمعیت داره و تمام قدرت دنیا به دستشه، در 7 روز در هفته در تمام نقاط مختلف جهان حضور داره و هر کسی که تکون بخوره اینا ازش اطلاع دارن و هر کسی که تکون بخوره ازش اطلاع دارن، منتها همه اینا رو ریختن توی انبار، یه انبار بزرگی که سر و ته نداره، هر حرفی که شما میزنید میره تو اون انبار. فردا اگر یه کاری شد، یه اتفاقی افتاد، میرن تو اون انبار و پیدا میکنن که بله، شما یه روزی گفتید که این مملکت چنان قدرت داره که در 7 روز در هفته در تمام 24 ساعت در تمام نقاط دنیا مشغوله و ما میخواییم سوال کنیم که این مشغول بودن به چه علت هست، چه کار دارید شما که رفتید اون سر دنیا و دارید سعی میکنید ببینید مردم چی کار میکنن چی کار نمیکنن. حالا از همه چیز بدتر، مثل این که هفته پیش اعلان شد که صدر اعظم آلمان خانم آنگلا مرکل، ایشون هم مثل این که تحت نظر بودن و اون دستگاه تلفن دستیشون
مثل این که چیز شده بوده، تحت نظر گرفته شده بوده و هر صحبتی که میکردن اینها گوش میکردن. منتها خب اون صحبت های خانم آنگلا مرکل تو اون انباری که سر و ته نداره نمیره، میره یه جای کوچولو، یه قابلمه کوچولو هستش که میره اون تو و اینا سریع اطلاع میکنن که خانم مرکل چی میگفته، به کی میگفته و چرا میگفته، که اینها بتونن عکس العمل یا بدلش رو بیارن. من این واقعا نمیدونم چی بگم تو این کارهایی که بالاخره یک جایی خواهد بود، یک دوره‌ای خواهد که مردم به این نتیجه خواهند رسید که همه ما تو این کره خاکی همه با هم هستیم. این زورق یا این کشتی فضایی که خودکفا هست و به سرعت داره حرکت میکنه، همه به دور خودش میچرخه، همه توی منظومه شمسی داره میچرخه، همه کل منظومه شمسی داره در کهکشان شیری داره میره و همه چیز در حال حرکت هست، حتی اون اجزای کوچیکی هم که توی این منظومه شمسی هست، توی کره زمین هست، تو بدنهای ما هست، اونا هم همه در حال حرکت هستن. هیچ چیزی راکد نیست. شما چه دلتون بخواد چه دلتون نخواد به یه تکاملی خواهید رسید. حالا این تکامل رو خواسته میتونید بگیرید یا به زور بهتون خواهد زد. به هر حال امیدواریم که همه با خواست بخواهید به این تکامل برسید و بتونید در جهت پیش برده اون راهی که الله سبحانه و تعالی در قرآن برای همه ما وصف کردن به عنوان مؤمنین بتونیم در اون جهت حرکت بکنیم. وقتی که در اون جهت حرکت کردیم انشاءالله که بتونیم در اون جهت حرکت بکنیم، خیلی از این اشکال هایی که فکر میکنیم در حال حاضر مثلا گریبانگیر همه شده، یه دنم خونشون از دست دادن، تو اینجا رو دارم میگم، یه ده گرسنه هستن، یه ده به اندازه‌ای تو این مملکت جایی هست بهش میگن فود بانک. اونهایی که نمیدونید، اونهایی که در اروپا هستید فکر میکنید امریکا بهشت برینه، بدونید که در امریکا جاهایی هست به نام فود بانک. تمام این رستوران ها، تمام این فروشگاه ها، تمام این جاهایی که مواد غذایی تولید میکنن و میفروشن، مثلا تو منطقه ما چند چیز هست، یکیش هست جاینت، یکیش هست سیف وی، یکیش هست شاپرز فود ویر هاوس، بعد یکیش هست هریس تیتر، یکیش هست اونایی که خیلی درجه بالا هستن ما نمیدونیم، برای که خرید نمی کنیم اونجا. یه جایی هست به نام کاسکو، یه جایی هست بی جیز، یه جایی هست از سامز کلاب، اینطور جاها هست که مواد غذایی میارن، بعضی ها عمده فروشن، بعضی ها چیز هستن، یعنی بزرگ چیز میکنن، هول سیلر هستن، بعضی ها ریتیلر هستن، حالا لغت های اینا رو من درست مثل که نگفتم، ببخشید. بعد اینها که بعضی چیزاش میمونه در بعضی از مناطق یه جاهایی هست مثل انباری میمونه، اینها رو هر روز میبرن میذارن اونجا، بعد اونهایی که بضاعت خرید ندارن، اونهایی که احتیاج به غذا دارن، میرن از اونجا میگیرن این چیزها رو و میبرن مصرف میکنن. و من انشالله اگر موقعیتی باشه بتونیم با همکاری بعضی از دوستان بریم، بعضی وقتا تو اینجاها یه سری رپورتاج برای شما تهیه کنیم که شما هم اطلاع داشته باشید که همچین نریختن تو خیابونایی که فقط شما بخواید جمع کنید و برید. اینجا هم همه در مضیقه هستن، همه در حال تکاپو هستن، همه کار میکنن. شما یک هفته کار نکنید کلاتون چنان پس معرکه میفته که دیگه ممکنه نتونید به اون حالت اولیتون بتونید برسید. به هر حال امیدوارم که بتونیم همچین کاری بکنیم و ببینید که همه جای دنیا، همه اشخاص در یک مخبسه قرار گرفتن که فعالیت باید بکنن که ارباب ازشون راضی باشه و ارباب هم همیشه میدونه یک ذره بیشتر از اون چیزی که باید به این افرادی که
این ارباب رو انتخاب کردن بیشتر بده، ارباب رو سردگون میکنن. اینه که خیلی خیلی مواظب هستش که کوچکترین آهی در بساط نداشته باشن که یه روز بلند شه که بگی خب ما 30 سال 40 سال کار کردیم، پس بنابراین ما نمیریم سر کار دیگه، اون یکی هم نمیاد سر کار، این هم نمیاد سر کار، و تمام چرخش این کار رو بتونن متوقف کنن. خب اون چیزاش هم بود، یه زمانهای خیلی گذشته وقتی که در امریکا اتحادیه‌های کارگری شروع شد و اتحادیه‌های کارگری هم امکاناً اون ریشه‌ش رو از اروپا گرفته بود و بعضی از اروپا هم ریشه‌ش رو از اون کمونیست‌ها گرفته بودن که میگفتن کارگر حق داره و بدون کارگر چیزی تولید نمیشه، که راست میگن. ولی اربابا گفتن خیلی خوب، اگر ما نیاییم برای شما سرمایه گذاری کنیم، شما خب نمیتونی چیزی در بیاری، پس بنابراین ما میاییم اینجا، یک چشمه آب هست، یه کارخونه بطری سازی براتون درست میکنیم، کارگرها این بطری ها رو از این آب چشمه پر میکنن و اینو ما میبریم میفروشیم، از هر یه دلاری که رسید ما حاضریم به شما 1 سنت یا 2 سنت بدیم. و کارگرهای اون زمان هم دیدن خب 2 سنت هم بهتر از هیچ چیزی هست، این کار رو میکردن. یواش یواش دیدن که ارباب این 2 سنت هم نمیخواد بده، تا سپیگه عوضی که هر بطریش 2 سنت به شما بدیم، هر مثلا 2 تا بطریش 2 سنت میدیم. یه سم خلاصه این ادامه پیدا کرده تا حال حاضر که سرمایه کلی این مملکت مخصوصا دست 1% خیلی کمی هست، بقیه 1% که یک زمانی اینجا ما یک تظاهرات 99% داشتیم که می گفتن یه حرکت وال استریت بهش می گفتن که در شهر نیویورک در منهتن شروع شد و حالا دیگه طوری شده که فقط در کتاب تاریخ باید ببینید. ما 2 سال پیش بود که چطور اینا رو تو هم پیچیدن و گذاشتن کنار و اجازه ندادن که مردم بیشتر و بیشتر بیان و بگن که ما از این در امریکای شیرینی هستش به نام پای میگن، یا مثل کیک که گرده، کیک معمولا بعضی وقتا میتونه چارگوش باشه ولی پای هیچ وقت چارگوش من ندیدم، همش گرد بوده. و این کیکی که گرد هست رو شما میتونید تقسیم بکنید و معمولا هم در بعضی از این چارت هایی که نشون میدن پیشرفت کار رو یا مقدار فعالیت هایی رو در یک ردیف از کارهای مختلف یه چیزی دایره اینطوری میکشن و اینها رو اینطوری تقسیم میکنن که شما ببینید در هر تیکش چه کارهایی انجام شده و چطور شده. و این وقتی که کار انجام میشه یک فرآوردی تولید میشه و عرضه میشه به مردم که برای خرید، اگر مثلا بگیم یک کالای شما 1 دلار میخرید، از این 1 دلار کارگری که اینو ساخته ممکنه بهش 2 سنت 3 سنت بیشتر از این به دستش نیاد، 2% مثلا سنت هم نگیم، درصد بگیم 2% بیاد، بقیهش تا مثلا 10 تا 15% فروش یه همچین کالا میره برای اون کارخونه یا اون سرمایه گذار یا اون کسی که ارباب اینها هست و کارگر رو براش کار میکنن، 15%. حالا از اینجا چقدر مون؟ مون 85%. این 85% تا بیاد به دست شما برسه که میشه 1 دلار، یعنی 15 سنت میاد میشه 1 دلار، 85 سنتش این وسط دلال ها، واسطه ها، آگهی کننده ها، نمیدونم چطوری بهتون بگم، اونا میبرن. خب پس بنابراین اگر یک خودنویس میخواهید بخرید 1 دلار قیمتش، این در حقیقت قیمتش 15 سنت بیشتر نیست، ولی شما باید 1 دلار بدید. 1 دلار چرا باید بدید؟ تو منطقه ما جایی هست که بهش میگن
محل خرید و فروش و شرکت های مختلف مغازه های مختلفی هست که بهش میگن مال. و این مال ها رو نگاه بکنین و برید صاحباش رو پیدا بکنین، میبینین که صاحباشون از یک گروه مخصوصی از مردم دنیا هستن. ببخشید. و در ضمن بعضی از اون مغازه ها که اونجا هست، مغازه های خیلی بزرگی هست، اونها متعلق به یک گروه مخصوصی از مردم دنیا هست. ببخشید. که کالاهایی که 15 سنت میارن اونجا تا میرسه اونجا به دست من شما میرسه، ما یه دلار بهش میدیم. حالا 85 سنت چطوری تقسیم میشه بین بقیه که ما نیستیم؟ پس بنابراین چطوری میشه تعداد خیلی کمی که یه جوری خودشونو یه جایی رسوندن و حاضر نیستن که این درآمد رو یا کمتر داشته باشن یا این که از اون چیزی که دارن بقیه هم بتونن استفاده بکنن؟ و تو این مملکت که ما زندگی میکنیم، هر چقدر شما یک شرکت خیلی وسیع‌تر و بزرگتر و قول پیکر باشید، خیلی کمتر کسی باهاتون کار داره. هر چقدر کارهای بد بخواید بکنید، کسی باهاتون کاری نداره. حتی دولت میاد کمک هم میکنه که سرپا بیستی. و این انجام شد در سال 2005-2008 که شرکت های مختلفی با یه عده گروه بانکدارها اومدن با همدیگه ائتلاف کردن و تمام اون اوراق بهادار یا قرضه های بهادار، مثلا شما یه خونه دارید، یه 10 دلار 20 دلار مثلا قرض کردید که این خونه رو بخرید و یک امضا کردید پای یه سفته وعده دار میشه 15 ساله 20 ساله 30 ساله که ماه به ماه که چیزی بپردازید. اومدن تمام این سفته ها یا این اوراق بهادار رو تیکه تیکه کردن، یه ذره کردن و یه اسمی هم روش گذاشتن، اینها رو به عنوان سهام فروختن. پس بنابراین چطوری شد شما تو خونه خودتون نشستید خبرم ندارید؟ فکر میکنید که اون اوراق بهادار شما دست این بانکیه که بهش هر هفته یا هر ماه پول پرداخت میکنید، غافل از این که اون بانک دیگه این اوراق شما دست اون نیست. اینو برداشتن تیکه تیکه کردن مثلا به واحدهای یه دلاری. مثلا شما 20 دلار بدهکارید، همسایه 10 دلار بدهکاره، تا آخر خیابون میشه مثلا 1000 دلار این محله ما بدهکاره. این 1000 دلار رو برمیدارن 1000 سهمش میکنن. وقتی این 1000 سهم کردن دیگه معلوم نیست این 10 دلار من اون دلار اولش اینجاست، دلار دومش کجاست ما نمیدونیم. قاطی اون یکی میشه، همچنین مال اون یکی قاطی این یکی میشه، همه چیز قاطی میشه. بعد یه اسمی هم برای اینا گذاشتن و قرار بر این هستش که شما وقتی که ملکی میخرید، یک عمل تجاری انجام میدید، یک پولی هست که بابت این کالا پرداخت میکنید و اون کالا به شما داده میشه. در این صحبت مثلا منزل شماست، جایی که توی زندگی میکنید، یک چیزی هست امضا کردید که به بانک بدهکارید و بانک اینو میبره در یه محلی که اداره ثبت و احوال اینجا هست ثبت میکنه. وقتی که ثبت کرد، برای هر مثلا یه دلارش مثلا یه سنت باید مالیات بده. خب حالا اینو شما بردارید در این بود خیلی وسیع تر بکنید، مثلا 5 یا 50 تریلیون دلار. اینا اومدن با تمام حقوق بازی هایی که بلدن اینو تقسیم کردن به چیزای یه دلاری، بعدم یه نامه براتون می نویسن که ما احتیاجی نداریم وقتی که این سهم شما رو یا این برق اوراق بهادار شما رو به کسی فروختیم، ما میتونیم به شما فقط اطلاع بدیم و چیزی نیست، یعنی چیز نداره، یعنی لازم نیست که ما اینو
ببریم ثبتش کنیم. خب حالا چطوری میشه؟ همه چیز به هم وصل میشه اون وقت. خونه که شما توش زندگی میکنید، اون بانکی که سر کوچه‌تون هست، با اون مؤسسه خیلی پولداری که جای دیگه هست، همه به هم دیگه وصل میشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کردم، بفرمایید. سلام. یه صدا خب صدا قطع شد. بفرمایید، خواهش میکنم. الو آقای اجلالی، سلام عرض میکنم. علیک سلام و رحمت الله و برکاته. خواهش میکنم در مورد سیستم اقتصادی امریکا یه چیزی که به نظرم رسید اینجا یه توضیحی بدم اگر اجازه بفرمایید. سیستم اقتصادی امریکا خب همه میدونن سرمایه داریست. بله. اینجا جامعه سرمایه داری حول فرماست. در جامعه سرمایه داری اساسا همه چیز با پول تعریف میشه و بستگی پول داره و متاسفانه یه تعریفی هست که میگن که هر چیزی رو میتونی با پول بخری و یا بفروشی، یعنی هر چیزی خلاصه فروشیست. این خطرناکترین قسمت مسئله جامعه سرمایه داریه. این فقط منحصر به کالاهای اساسی روزمره نمیشه که شما مثلا برید مغازه مایحتاج روزانه‌تون رو تهیه بفرمایید، گوشت، مرغ، مبل، عرض کنم فرش، بوستر. این به خاطر اینکه این جامعه سرمایه‌داری است و مبناش بر پوله، همه چیز اینجا فروشی. حالا این منحصر به این کالاها نمیشه، وسعت پیدا میکنه، میره به چی؟ میره به این که شما میتونی با پول بری کاندیدای ریاست جمهوری بشی، چون که پول داری، امکانات داری، قدرت داری. قدرت و پول همه چیزو تعریف میکنه. این گرونترین تبلیغات رو در چون که دقیقاً یه میلیون داره بگذاری، میتونی بری الان به حدی رسیده رعیا رو بخری، میتونی بری نماینده ها رو بخری و بفروشی. یعنی در حقیقت عقیده خودتو اون چی که دسته که خودت تحمیل کنی بسنه به وسیقی چی بود. پول آنچنان زور زیاد میشه که یک عقیده، یک اقلیت، یک درصدی بر جامعه 99% تحمیل میشه و هیچ کس هم هیچ کاری نمیتونه کنه. این باعث میشه شرف خریداری بشه. یعنی یک کسی هست بفروشه، یک کسی هست که بخره. عقیده رای خریدش فروختشه. عرض کنم که عدالت خریدش فروختشه. میخوام بگم که وقتی که پول اساس و مبنا قرار میگیره برای تعریف جامعه سرمایه داری، کارش به اینجا میرسه که دیگه همه چیز، هر تز و ایدئولوژی و عدالت و شرف و عقیده و رأی، اصلا اینا معنی دیگه نداره. یعنی دیگه دموکراسی و آزادی بر اساس پول تعریف میشه و همه اینا با پول خریداری و فروخته میشه. یعنی یک چیزی هست که بفروشه، هر کسی میگن که قدیم میگن مثالی میزدن که هر کسی قیمتی داره و باید تمام مسائل انسانی و انسانیت و بشریت اینا قیمت گذاری کردن، هر کدوم از اینا رو به یه قیمتی میخرن. چنانچه که شما هم میبینید نماینده های مجلسی که در حصول همین مجاهدین ضد خلق و ضد بشر در اقصا دنیا نقاط دنیا خریداری میشدن که برای اینکه بیان یه ساعت باید هم سخنرانی کنن. یا نمونه بارز دیگر در تظاهرات که اول در همین تظاهرات مجاهدین ضد خلق و ضد بشر باب شد که آدم ها رو میرفتن، یعنی تظاهرات بود با آدم های اجاره‌ای و کرایه‌ای، میرفتن آدم ها رو میخریدن، اجاره میکردن برای یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، با این که پول بلیط هواپیما شون رو بدن، یه ساندویچ بدن بیارن در تظاهرات. آن این پای ضد انقلاب این رو بودن، چه
مجاهدین ضد خلقش باشه که اول باب کردن شاهاللهی های طالبان سلطنت هم نظرت تقلید میکنن بلافاصله. اینها تظاهرات را میدازن با آدمهای اجاره‌ای، یعنی هر چیزی بر مبنای دور تعریف میشه. خب الان کار به اینجا رسیده و در مورد جنگ هم که به وجود میاد، مثلا میخوام برن با یک کشور خارجی، البته جنگی که وجود نداره، معمولا حمله های یه طرف هست که خودشون تشکیل میگیرن، باید برن چکار کنن؟ باید برن با دم بسرن، یعنی سرباز اجاره‌ای کرایه کنن و اینو بخرن براشون بجنگه. حالا مشکلی که در این کار به وجود اومده، چون این یه سپاه و لشکر منظمی نیست که آموزیده باشه، تحت کادر و چارچوبی باشه، این همینطوری آدمای از اصطناعات دنیا که بدبختن بیچارن یا چه میدونم مثلا زندانی بودن، قاتل بودن، خودشون خلاصه به هر قیمتی میفروشن، اینها رو میخرن که ببرن واسه یک جنگ. این باعث میشه اولا مردم یه کشور به این مشکلی که برخورد کردن، اخیرا این مشکله، این کوراپشن یا فساد به وجود آورده، به صورتی که مردم این کشور علاوه بر اینکه یه جایی بالاخره به دنیا آمدن، کار میکنن، پول تکس میدن، ولی در هنگام جنگ هم اینا باید احساس وطن دوستی بکنن، احساس میهن دوستی بکنن که برن از میهنشون مثلا دفاع بکنن. اگر حالا جنگ پیش بیاد، حالا البته اینجا که بیشتر عرض میکنم هم به های طرف هست، ولی به خاطر اینکه اینها میرن این آدم ها رو با پول میخرن، اجاره میکنن، در نتیجه سیتیزن ها و شهروند های مملکت نمیدن که احساس وطن دوستی و میهن دوستی رو نمی کنن که برن و از مملکتشون دفاع بکنن. همیشه که میکنن یه آدمی رو با پول میخرن، این براشون همه کار میکنه، از جمله حتی میره میجنگه. پس در نتیجه این احساس میهن دوستی از روی میره. وقتی که از بین رفت، چی به وجود میاد؟ یه آدم بی احساس و بی تفاوتی میشه، برایش مهم نیست هر بلایی هم به سر مملکتش بیاد، و یه آدم بی رد و بی غیرت یه چیزی برایش مهم نیست، دوزدی هم میکنه، نیتی هم میکنه و وطنش هم در خطر باشه، برایش اهمیت نداره. در نتیجه این فساد و کرپشن میاره. این دیگه نقطه آخر امپریالیستی که به این بمبست برخورد میکنه، چون اینا آیت نه یه عمری با پول بدن بخرن بفروشن و الان به این بنبست فکری رسیدن. برعکس کشورهای خاورمیانه، من نمونش کشور ما ایران، در حمله وحشیانه و متجاوزانه عراق ایران، که البته فقط عراق نبود، تمام دنیا بود، مردم از خود جوش و خودکار رفتن، کسانی که به عنوان بسیجی نامیده شدن، داوطلبانه، یعنی بدون این که اصلا طرف سرباز باشه، اجباری اینو برای سربازی به قول اینجا یا درفتش کرده باشن، کشیده باشن، انتخابش کرده باشن، این پاسداران جالا اولی سازمان منظمی بود و بسیجیانی که داوطلبانه برای اولین بار، چون هنوز اون موقع شکل نگرفته بود در سال 59، هنوز اصلا دولتی چیزی جا نیفتاده بود، اینها رفتن فداکارانه و باعث شدن که کشور نجات پیدا میکنه و چه ورطه خطری کشور رو نجات دادن و یک رجب خاک رو هم به دست دشمن ندادن. این سپاه پاسداران و بسی، چون اون موقع در زمانی که انقلاب شده بود، خب خیلی همه چی نابسامان و آشفته بود و یه ارتش دست باشه کسی پیجوبی ما داشتیم که مثل ارتشی سربازترهای بیچاره که کاری نبودن، ولی اون سران و افتران ارتش هم بعضی هاشون متاسفانه خائن بودن، چون هنوز وابسته به رژیم سابق بودن و پهلوی خائن و نوچرکفت بودن و اینا ازم بعضان بعضی هاشون جاسوس هم از آب در می آمدن، نه تنها می رفتن به جنگل، اطلاعات هم لو می دادن و این بود که ارتش فوق‌العاده با سامان و دستباشی خسته بود، نمیشد به کسی اعتماد کرد و واقعا سپاه پاسداران و بسیج، میخوام اینو بگم، این مردمی که احساس وطن دوستی و میهن دوستی میکردن، حتی
حتی از جان خودشون گذشتن و رفتن دفاع کردن و مملکت رو به نجات دادن. این فرق کشوری است که جامعه امپریالیستی و سرمایه داری نداره، همه چیزش بر اساس پول تعریف نمیشه، شرف و غیرت و عدالت و رأی و بالا و پایینش با پول خرید و فروش نمیشه و برعکس در اینجا مردم ها اصلا تبدیل شدن به یه آدم های تفاوتی که هر چه قدم نشون بدن مثلا تو تلویزیون سر کسی بریده شد اصلا کسی اینجا کچش نمیگرده دیگه نگاه نمی کنه، هر چقدر تو یوتیوب و اینترنت و اینا اونو میذارن. اولا که خود گیمار و فیلم خودشون اعمال خشونت آمیز داری چون اصلا اینا براش عادی شد. درست. دوما این که اینا چون خودشون هیچ موقع احساس میهن دوستی نمی کنن که برن دفاع کنن، همیشه آدم های اجاره ای رو خریدن که براشون همه کار بکنن، دیگه اصلا این احساسات درشون کشته شده از بین رفته متاسفانه. حالا این که من میگم همچه عمومی نیست، یه درصدیه، ولی خب کلن جامعه یه سرمایه داری مبنش برینه و میدیا ها و تبلیغات تمام برینه که شما مثلا اگر شما عبدالتاکیم و کامفشال های آگهی های زمان 1900 مثلا 40 نگاه میکردی نشون میداد که یه کارخونه که را افتاده چجوری یک محصولی به بازار ارائه میشه، فرض تولید و ساخت رو نشون میداد، این جزی از تبلیغات بود. ولی الان تبلیغات فقط این شده که این هست بخر بخور، بخر بپوش، یعنی اومده روی فقط مصرف، مصرفه بله، یعنی بهش میگم کانسیومر، یعنی میگه جامعه مصرفی به بار آورده و نه فقط مصرف، هیچ مصرفی بی‌رویه، یعنی بدون حساب و کتاب فقط مردم کریدیت کارت رو بکشن استفاده کنن و هر کی رو میبینی تا خیرخیری دیوار قبل باز اگر هم کسی نهیده از همه حسابی محبوبی رنگ مخورن باز چون خبور مردم آمودن یه مقدار حساب کتابشون بیشتره، ولی اینا اصلا یاد گرفتن فقط کریدیت کارت رو بکشن استفاده کنن و خرج کنن. و حالا این که به مسئله به قول معروف دید متریالیستی و مادی و کالاهای روزمرهشه، از اون طرف احساسات و معرفت و درک انسانی کشته شده. اجازه بدید من به یه تلفن دیگه جواب بدم. بانوی عزیز تشکر، سلام عرض کردم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای اجلالی من بابک هستم از آلمان مزاحمتون میشم. سلام برادر عزیز من، حال شما چطوره؟ خیلی ممنون، متشکرم، شبتون بخیر. خدمت شما که عرض شود در تایید این صحبتی که الان در رابطش بود خدمتتون عرض کنم که من سالها پیش خب توی آلمان زندگی میکنم، سالها پیش کلاس زبان شرکت کرده بودم. من این مطلبی بود که من اون زمان باورم نمیشد این واقعیت داشته باشه، ولی خب واقعیتی تو کلاس زبان در رابطه با فرهنگ و زبان چه مطلبی بودش که گفتن که نوشته بود به اصطلاح اون وزارت جنگ یا حالا وزارت دفاع آمریکا، همون پنتاگون به اصطلاح، درسته؟ بله. پنتاگون قرارداد داره با این به اصطلاح شرکت هایی که اسباب بازی میفروشن برای بچه ها، درست میکنن، نمیفروشن، درست میکنن، برای کار با اون شرکت های بزرگ قرارداد داره و اونا میان چیکار میکنن؟ میان اسباب بازی مثلا تفنگ و اون وسایل جنگی و چیزا رو درست میکنن که بچه ها وقتی فروش میره بچه ها بازی میکنن به جنگ و این چیزا علاقمند بشن، آینده دارن توی ارتش خدمت کنن. واقعا خیلی غیر قابل تصور بود ولی واقعیت دیگه. من تجربه بود، گفتم زنگ بزنم بهتون بشم توضیح بدم. خیلی تشکر میکنم از لطف شما. در ضمن یادتون میاد که بعد از جنگ های ویتنام امریکا ارتش قبلیشو که ارتش چیزی بود که باید بیان مثل نظام وظیفه بود بیان وظیفه‌شون رو انجام بدن، اونو قانونش رو عوض کردن، کردن داوطلبانه و برای یه مدتی دوم پاشیدن تا زمان آقای بوش پدر. چند سال شد تقریبا فکر میکنم ریگن و فلان، بله دیگه از زمان 20 سال نشد، 8 سال ریگان بود، 4 سال کارتر بود، 4 سال هم قبل از اون
چیز بله میشه 16 سال که زمان آقای نیکسون بودش که اون ارتش داوطلبانه رو پایاشو ریختن، دون پاشیدن برای مردم که مردم احساس امنیت کنن و بگن خب جنگی که نداره، ما میریم اینجا دو سال خدمت میکنیم، یه ورقم دستمون میدن، یه کاری هم یاد میگیریم، یا مثلا هواپیما میذاشن سوار بشن و خلبانی کنن، خلبان میشد میومد بیرون، خلبان خصوصی میشد برای یکی، یه هم چیزایی. تا اینکه پدر این آقای بوش این جنگ خلیج فارس رو شروع کرد، بعد از اون هم آقای چیز اومد، آقای کلینتون اومد، بعد از اون پسر بوش که اومد تازه مردم حالی شروع شد که چه خبره. این نیروی داوطلبانه دیگه، نیروی داوطلبانه که داره میره اونجا دو حالت داره، یا این داره میره اونجا یکی رو بکشه یا باید کشته بشه. یعنی تقریبا شما اون حس شیطانی، اون خصوصیت شیطانی مردم خودتون رو آوردید بیرون، به اضافه این که بیشتر این افرادی که داوطلب میشدن از دهکده‌های کوچیک بودن. همین بانوی عزیزی که قبلا شرح دادن، من یک تو واشنگتن نشستم اصلا احساس نمی‌کنم جنگی هست، چون همسایه منم همون همسایه هر روز میبینمش، ولی اون بدبخت بیچاره که تو دهکده زندگی میکنه، از یه دهکده که 500 نفرن مثلا 100 نفرشون داوطلب شدن، 90 تاشون هم کشته شدن، ما خبر نداریم. حالا در مقابل این ایرای خدا شده نمیخواستم توضیح بدم، ولی واقعیت رو بهتون بگم، من متولد یک هستم. اون که حمله بعد از فاو ایران، خب خیلی ما تلفات داریم، تلفات داشتیم، خب من دبیرستان میرفتم و چند تا از دوستای دبیرستان 14 سال سنم بود موقع، از شهر بزرگم رفتم، نه از دهات، شهر بزرگ تهران نبودن، شهر بزرگ آن شیراز بود از خرافات. ماشاءالله. بعد رفتیم داوطلب، باور کنید امضای پدر مادرمون رو جعل کردیم. الله اکبر. بعد توی مرکز بسیج ما رو نمی‌فرستادن. یعنی واقعا بچه‌ها اون برادرای سپاه اینا میگفتن باش شما بچه هستید باید برید مدرسه، به هر بدبختی بود مخشو رو زدیم و خلاصه رفتیم. ولی مرجعه دو خاطر ازامون بکنن، خدا جلاله، خدا رحمتش بکنه اونایی که الان صحبت دوگم در آتش و خیلیش شهید شدن، ولی واقعا باور کنید برون نرفتم، برون رفتم ولی نمیخواستن ازام بکنن، خدا شاهده. این هم تجربی بود که یادش بخیر، یادش بخیر. و در ضمن میدونید شما با چه احساسی، با چه احساس مسئولیتی از مردم و ملت و خاک، آب و خاک خودتون داشتید دفاع میکردید. این ارتشی بله. که حالا دارن درست میکنن به عنوان ارتش داوطلب اصلا نمیدونه از چی داره دفاع میکنه، با کی داره میجنگه. بهش گفتن برو اونجا، یه عده هستن عمامه به سرشون هست، ریش و سیبیل دارن، اونا میخوان بیان اینجا شب ما رو بکشن، برو اونو بکش. نه میگه خیلی خوب، یه توفنگم دستش میدن ده برو که رفتی. آره خیر ان شاء الله. خیلی تشکر. تشکر میکنم از لطف شما. خواهش میکنم. بله. بانوی عزیزی که تلفن کردن و صحبت کردن، واقعا یک نوری روی این نقشه پلید و خیانتکارانه به مردم امریکا رو خیلی خوب روشن کردن. حالا من ادعایی ندارم اینجا، ولی اونهایی که اطلاعاتی دارید میتونید برید ببینید درصد ارتش داوطلبانه چه زبانی رو دارن صحبت میکنن، اسپانیایی هستن، ایرانی هستن، افغانی هستن، روسیه‌ای هستن، مال کدوم مملکت هستن، چی هستن و چی نیستن، میبینید یک موزاییک خیلی جالبی جلو شما نقش میگیره که میبینی یه درصد کمیش از افرادی هستن که انگلیسی زبان و آمریکایی جد اندر جد هستن، بقیه اون بدبختای بیچاره‌ای هستن که از اون بره مرزها خودشون رو یه جوری رسوندن اینجا، به اینا هم گفتن خیلی خوب بیا اسمتو اینجا بنویس، برو بجنگ، وقتی برگشتی ما چیز شما رو درست میکنیم و شما میشی تبعی امریکا میشی، اقامت دامت میری، فلان 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 فلان، نصفشون هم میرن میمیرن، خبری هم نیست، نه برای بچهش، نه برای زنش، نه برای خانوادش، نه برای هیچ کس. پس بنابراین ببینید به اسم ما، به اسم مردم امریکا، یک دولتی سر کار هست که
افرادی که این دولت رو تشکیل میدن، چه از مجلس سنا باشه، چه از مجلس شورا باشه، چه قوه قضاییه‌اش باشه، چه قوه مقننه‌اش باشه، چه قضاییه مقننه جفتش یکی، چه قوه اجراییه‌اش باشه، ببخشید مقننه‌اش یه چیز قضاییه مجلس شورا ملیش از اون است. به هر حال اینها میان بدونی که حقیقت رو بخوان بگن، بدونی که حقیقت رو بگن به مردم امریکا که اینها رو فکر میکنن انتخاب کردن که بیان اینجا و اون منافع این ایالت هایی رو که اینجا نیستن بتونن تو این مجلس های شورا بیان بکنن و منافع اینها رو حفظ بکنن، اینا به مجردی که وارد اینجا میشن فقط به فکر این هستش که بعد از چند وقت دیگه کی و چطور انتخاب خواهند شد. پس بنابراین به هیچ وجه به فکر افرادی که اینها رو انتخاب کردن فرستادن اینجا دیگه نیستن. و در ضمن با وقتمون داره تموم میشه، این تلفنم قبول کنیم. سلام عرض کردم، بفرمایید، خواهش میکنم. الو، سلام، حسن اشتیاقی اجلالی. تشکر ازم به حضور مبارک. الو، بله بفرمایید. الو، بله، ببخشید. ببین چقدر آمریکا خوبه، ما اینجا آزاد راحت میتونیم بدی بگیم، بگیم بکنیم، حتی میبینم از کانال توهین به آمریکا یا به رجال آمریکا و چقدر اینجا آدم احساس آزادی میکنه که میتونه حرفاشو بزنه. ولی تو جمهوری اسلامی اصلا نمیتونیم حرف ایراد نمیتونیم بکنیم. اینا لطفا توضیح بدید. مرسی، تشکر میکنم. بله، من دوست دارم این بانوی عزیز رو که همیشه به ما زنگ میزنن و میفرمان که بگید که تو ایران خیلی بده. من اینطور که حساب کردم در کالیفرنیا ممکنه مثلا 10 تا کانال مختلف باشه، در اینترنت ممکنه یه 20 تا 30 تا دیگه باشه که از صبح تا عصر فحش به ایران و به دولت ایران دارن میدن و ما هم اینجا نشستیم. این دوست عزیزم که از آلمان زنگ زدن خیلی واضح و روشن گفتن که در زمان جنگ چطور مردم ایثار میکردن، چطور از خودشون مایه میگذاشتن، که متاسفانه در امریکا اینطوری نیست و تمام امریکایی‌هایی که از جنگ اصلا به هیچ وجه اطلاع ندارن، اصلا نمیخوانن بدونن، این هستش که اثری بهشون نذاشته. این اصلا نمیرم که خب من $10 ماهی میدم یکی بره جنگو بکنه و بیاد تموم بشه بره. وقت ما داره به انتها میرسه، امیدوارم که بتونیم باز هفته آینده خدمتتون برسیم و از همونطور هم که عرض کردم از اول که برنامه ما شروع میشه تلفن همون باز هست، اگر لطف بفرمایید زنگ بزنید و نظریات خودتون رو بفرمایید و ما و بینندگان محترم رو از اطلاعات خودتون بهره مند بکنید. انشالله وقتی باشه تا هفته آینده، مرحمت عالی زیاد.